درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جان باختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز در خدمت جناب آقای دکتر اکبر تروت خدمت دوستان تقدیم میکنم. با چهره علمی آقای دکتر تروت همه بینندگان آشنا هستند. ایشون استاد دانشگاه هستند در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و من در بعضی مواقع از ایشون استفاده میکنم که در این برنامه به من افتخار بدن تشریف بیارن. جناب دکتر تروت در برنامه تشریف دارین؟ بله، درود بر شما و درود بر بینندگان شما. بسیار سپاسگزار قربان از تشریفرمایی جنابالی در این برنامه. واقعا لطف کردین تشریف. من چندین پرسش متنوع دارم خدمتون، اگرم در این ضمن جنابالی از من پرسشی داشته باشین لطف بفرمایید. میخوام این برنامه ما بیشتر به صورت گفتگو باشه. اگر نسبت به بیانات بنده جنابالی چیزی به نظرتون میرسه یا متقابلا بعد از بیانات جناب عالی اگر من چیزی به نظرم رسید خدمتتون تقدیم میکنم. چون البته مسائل روز بسیار زیاد هستن، من چند تا رو انتخاب کردم در خدمتتون راجع به اینو بحث بکنیم. پرسش اصلی یا اولی بنده این است که همونطوری که اطلاع دارین عده‌ای از تحلیلگران سیاسی بر این باورن که همونطوری که پادشاه فقید در کتاب پاسخ به تاریخ صفحه 299 عنوان کردن، ایشون معتقدن که این رویداد 57، حالا اسمش هرچی میخواد باشه، انقلاب، شورش، هرچی، این رویداد نتیجه جنگ سرد بین غرب و شوروی بود و در این جنگ سرد آقای برژیسکی طرحی داده بود که دور شوروی کمربند سبزی، منظور به اصطلاح حکومت‌های دینی، بیان سر کار و بتوانند جلوگیری بکنند از نفوذ بیشتر شوروی در همه جهان، به خصوص در همین منطقه خاورمیانه. و به همین علت هم هست که این برنامه، این رویداد، حالا عوامل داخلی رو من کاری ندارم چون عده‌ای معتقدن که عوامل داخلی موثر بوده، ولی من خود نظر پادشاه دارم عرض می‌کنم که ایشون معتقد بودن که این کار به اصطلاح مسئله این جنگ سرد بود و به خصوص عامل اساسی مسئله نفت ایران بود که منجر به این شد که عرض کنم که این رویداد به وقوع پیونده. و یکی از عوامل بسیار بسیار مهم به عقیده ایشون این بوده که ایشون حالا یا به صورت مطلوب یا بلند پروازانه به دنبال صنعتی کردن کشور بود و خواستن در واقع جنبه انتقامی داشته باشه. حالا بعد نیست جناب عالی بیانتون رو فرمودید، منم در این زمینه نظراتی دارم که خدمت رو عرض میکنم. حالا سوال بنده این است، اگر این فرض رو قبول بکنیم، چرا بعد از اینکه شوروی از بین رفت و فروپاشیش انجام شد باز هم این حکومت جمهوری اسلامی داره به این برنامه‌های تروریستی خودش ادامه میده؟ چرا کشورهای دیگر از این پشتیبانی کنند؟ البته راجع به پشتیبانی من سوال مفصل‌تری خواهم داشت خدمتتون، ولی به طور کلی میخوام بدونم چرا این جنگ سرد که از بین رفته هنوز این رژیم جمهوری اسلامی رو پاش ایستاده و کار تروریستیش ادامه میده. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. ارشد، نمیتونیم بگیم که جنگ سرد کلن تمام شده. خب دولت شوروی سابق از بین رفته، ولی الان یک رقیب غول‌پیکری در آسیا پیدا شده که اون چین هستش و بعضی از تحلیلگران عقیده دارن که اصلا حمله به افغانستان و اشغال افغانستان در 2001 ابتدای مبارزه با پیشرفت چین در این منطقه بوده، چون که چین نفوذش از طرف شرق
به طرف خاورمیانه و همون جایی که مرکز ثقل نفت وجود داره، یعنی همون 4 تا 5 تا کشور کوچیک به انضمام ایران که کشور بزرگه، اینا نفت دارن و امریکا نمیخواد که هیچ کشور قدرتمندی به این منطقه نزدیک بشه. و مسئله دوم اینه که هیچ کشوری در خود منطقه نباید قدرتمند بشه. و خب چون صنایع نظامی ایران الان پیشرفت کرده و خود و قدرت نظامی ایران زیاد شده در منطقه، خب این مسئله که خلاف ارشاد که منافع امریکا یا اون مقصود امریکا هستش. حالا در زمان شاه فقید، خب البته میدونی که از 1970 به بعد اون منطقه تغییر کرد و یک سری از دولت‌هایی اومدن رو کار که بیشتر طرفدار روسیه بودن، یعنی اون شوروی سابق. میدونیم که عراق خب رابطه خیلی خوبی داشت با شوروی و در پاکستان هم آقای ذوالفقار علی بوتو اومد و ایشون دنبال ساختن بمب اتم بود. الان هم گفت که پاکستان میتونه علف بخوره، ما علف میخوریم ولی بمب اتم میسازه. و هنری کیسینجر اون موقع مخالف گسترش حکومت ایشون بود و میدونیم که اون آقای ضیاءالحق اومد و کودتا کرد و ذوالفقار علی بوتو هم اعدام شد. و بعد در افغانستان هم تحولاتی به وجود اومد و حکومت سکولار اون آقای نور محمد ترکی اومد که همطور که اطلاع داریم دولت ایران اولین دولتی بود که حکومت افغانستان رو به رسمیت شناخت. و خب شاه ایران هم روابط خوبی داشت با کشورهای بلوش شرق چون اونا کمک کردن ایران سنتی بشه. ما میدونیم که در زمان رضا شاه سنتی کشور ایران شروع شد و صنایع نساجی رونق پیدا کرد، این با کمک آلمان. بعدن هم که ذوب‌آهن رو خواست رضا شاه ایجاد کنه که نشد و در جنگ اون ماشین آلات و اون وسایلی که میفرستادن از آلمان منهدم شد و ایران صنعتی نشد تا اینکه در اواسط دهه 60، یعنی 1960 به بعد میلادی، روابط ایران با کشورهای بلوش شرق خوب شد و اونا کمک کردن یه مقداری ایران صنعتی بشه. حالا این کارهای شاه در اون موقع مخالف سیاست امریکا بود، چون امریکا نمیخواست که کلن ایران صنعتی بشه، یک دو با اونا رابطه تجاری و اقتصادی داشته باشه. و بعدن هم که شاه ایران خواست قیمت نفت رو زیاد کنه و پشتیبان اوپک شد، واشنگتن در نظر گرفتن که ایشون دیگه منافع امریکا رو در این منطقه پشتیبانی نمی کنه و در صدد اومدن که با کمک اروپایی ها این جمهوری اسلامی رو یه جوری رونق بدن. و میدونیم که اینا با اوائل دهه 70 با کمک نوشته‌های شریعتی و ارشد آل احمد و اینا این انقلاب اسلامی اونجور رونقش دادن و بعدن آخونده اومدن و غلبه کردن و گروه های مخالفشون برای با گروه های رقیبشون و خودشون قدرت رو به دست گرفتن با سرکوب و اعدام و این جمهوری اسلامی این طوری تشکیل شد. و الان خب هنوز اروپایی ها به دنبال این هستن که این حکومت رو نگه دارن و اومدن اون گروه اصلاح طلب رو علم کردن و با اونا بیشتر همکاری میکنن و اخیراً هم تلویزیون هایی ایجاد کردن مثل همون تلویزیون ارشد ایران اینترنشنال و از این قبیل یا من و تو که اینها بیشتر لاین یا خط اصلاح طلبی داره
و میخوان این دولت رو استحالش کنن، یه دگردیسی به وجود بیارن که همین گروه و همین رژیم باشه، یه مقداری مثلا کازماتیک یا جراحی کوچیک بکنن که بهتر بشه، مثلا مشروب آزاد بشه، نمیدونم حجاب زنان اختیاری بشه، اینجور چیزا. ولی در اساس میخوان این حکومت باشه. از طرف خوب امریکا هم تا حدی با اونا باید موافقت داشته باشه تا این کار عملی بشه، و ما نمیدونیم که الان سیاست امریکا دقیقا چی هستش، چون اخیراً آقای رئیس جمهور ترامپ سیاست های تهاجمی پیش گرفته و به هر حال ما نمیدونیم نتیجه این چی میشه. ولی به نظر من این کار اشتباهه، یعنی سیاست تهاجمی و زور و جنگ حکومت ایران قوی تر میکنه، چون اینا میگن دشمن خارجی و ما باید تجهیز بشیم و مبارزه کنیم و مردم ها پشت بان خودشون میارن. ولی خب اون سیاست های قبلی و شاید الان هم بخوان اون رو ادامه بدن که سیاست جنگ نرم بود و از طریق قدرت نرم، خب این رژیم ها خیلی خوب میتونن ضعیف کنن، اون سیاست باید عملی بشه. بله، بسیار متشکر جناب دکتر توبر. در مورد این که فرمودید که پادشاه میخواست مملکت صنعتی بکنه، کاملا نظر جناب عالی درسته. عرض کنم که اشاراتی فرمودید به خصوص این نبرد غیر مستقیم بین غرب و ایران از همون زمان رضا شاه شروع شد برای برقراری کارخانه ذوب‌آهن، و خب پادشاه میخواست که در واقع یه سیاست میانه داشته باشه و برای غرب خیلی گران تموم شد این مسئله که چرا ایران داره از تعبیر اونها به دامن شوروی میفته. در اصل چنین چیزی نبود، ایران فقط میخواست اون صنایع رو انجام بده و کار درستی بود که با هر دو طرف ایشون در واقع قراردادهای صنعتی رو اجرا میکرد. به عنوان مثال در تایید نظر جناب عالی، در اون موقع یه طرحی ایشون در نظر داشت به عنوان طرح چاه بهار که من چندین بارم در این برنامه ها به اون اشاره کردم. در اون طرح چاه بهار قرار بود که یک به اصطلاح منطقه عظیم تجاری در اون منطقه شروع بشه و چاه بهار هم مرکز این کار باشه و در این بازار مشترکی که یا یه نوع اتحادیه مثل اتحادیه اروپا که ایشون در نظر داشت، شامل همه کشورهای منطقه از ترکیه گرفته تا عراق و عرض کنم که عربستان سعودی و امارات و پاکستان و افغانستان و تا حدودی هند، ایشون برنامهش این بود. و من چون اطلاع کم و بیشی از این قضیه داشتم در برنامه‌ها که موقعی که ایشون سخن می‌دادن در این زمینه حضور داشتم، اطلاع داشتم، البته چیزی نبود که اطلاع عموم برسه چون هنوز در مرحله برنامه‌ریزی بود. در این طرح پیشبینی شد که اونجا بشه یک منطقه بزرگ تجاری و چاه‌بهار هم مرکز اینجا و یک قطب بزرگ اقتصادی بین‌المللی در جنوب شرقی آسیا باشه. بله، خب این گرفتاری‌ها وجود داشت. حالا این نظر من هست در این زمینه، حالا نمیدونم تا چه حدود جناب عالی با این نظر موافق باشین. بله، اون داستان افغانستان که فرمود یه حکومت سکولار اومد، اون البته سکولار بود ولی بیشتر اون آقای ترکی دست نشانده شوروی بود در اونجا. بله، و بعدم علت اینم که پادشاه اولین کشوری بود که اونو به رسمیت شناخت به خاطر همون توازن قدرتی که مورد نظرش بود انجام شد. راجبه این کمربند سبز که فرمودید و نظریه آقای برژینسکی، خب این من شنیدم و درست هم هست تا حدی که این ممالک اسلامی رو مخصوصا اون گروه های اسلامگرا رو میخواستن تقویت کنن که جلوی رشد شوروی سابق رو بگیرن در اون منطقه. و آقای برژینسکی از مصر کمک گرفت برای
تجهیز و لشکرکشی به کمک مجاهدین اومد و یه تعدادی از افرادی که اسلامگرا بودن در مصر که اونها رو تجهیز کردن که بیان افغانستان، چون افغانستان خب یه بخشی از ایران بزرگ بوده و هیچ وقت اینطور مذهبی نبوده، فنتیک نبودن اونجا. این افراد رو از کشورهای دیگه آوردن به اون منطقه، گفتن میخوان به مجاهدین کمک کنیم. و انور سادات اون موقع پیمان صلح با اسرائیل رو امضا کرده بود و اسلامگرایان مصر مخالف بودن با این قراردادی که انور سادات امضا کرده و انور سادات خواست که مبارزه کنه با اون و بیاد بگه که مثلا من دارم اسلامگرایان رو تقویت میکنم، الان میخوام یه تعدادی بفرستم به مجاهدین افغان اونجا کمک کنن و این مجاهدین تقویت شدن توسط اون اسلامگرایان که بیشترشون از مصر اومدن و حتی اون آقای خالد اسلامبولی که بعداً انور سادات رو کشت، اون از افرادی بود که رفته بود افغانستان و برگشت مصر و ایشون رو در مراسمی که بود کشت. اینه که بعد وقت کمربند سبز خود آقای برژینسکی توی مصاحبه‌ای که با اون آقای کوپر کرده، آندرو کوپر که کتاب راجب نفت رو نوشته که نفت باعث سقوط شاه بود، اینا نوشته، اون تو اون مصاحبهش میگه که من اصلا از این چیز خبر ندارم که این کمربند سبز استراتژی من بوده، تکذیب میکنه. ولی خب در کتابای خودش غیر مستقیم به این موضوع اشاره میکنه، توی خاطراتش که مینویسه اسم سبز رو نمیبره ولی یه مضمونی به این ترتیب هست که این اسلامگرایان اونجا هستن و اینا رو باید که به کار ببریم به صورتی که اونجا رو توازن قدرت به وجود بیاریم. حالا آقای دکتر تربت، علاوه بر اون کتاب که فرمودی، به صورت تصویری در همون سالها اونجا نشون میده که آقای برژینسکی خودش پا شده رفته در پاکستان، از پاکستان در مرز پاکستان و افغانستان، اونجا با این گروهی از رهبران مجاهدین داره صحبت میکنه، برای یک کوهی نشون میده که از اونجا اون طرف مرز نشون میده به این مجاهدین که اینجا حق شماست، شما میتونید برین اینجا حکومت انجام بدین، اینجا میتونید مسجدتون رو بسازید، اینجا عبادت بکنید و این مملکت مال شماست. بنابراین ایشون نه تنها از نظر تئوری و کتاب، بلکه عملا وارد صحنه شده بود اونجا. ارشد که شما در برنامه‌های قبلیتون فرمودین که دو تا دولت در ایران وجود داره، یکی دولت رسمی هستش که مردم رأی بهش میدن و یک حکومت هم هست، یک در سایه. حالا من می‌خواستم ببینم که این حکومت سایه که شما نام می‌برین چجوری به وجود اومده و چه نقشی داره و آیا قدرت بیشتری داره از اون دولت رسمی یا نه؟ عرض کنم که در ایران از همون ابتدایی که این آقای خامنه‌ای اومد سر کار یا حتی پیش از اون، در واقع دو تا دولت سایه وجود داشت. یکی دولت سایه است که بیت رهبری ایجاد کرده که در حال حاضر یه چند تا از این گروه های مافیایی داره این کارگردانی میکنن، از جمله خود آقای خامنه ای که به قول بعضی ها رهبر کل همه مافیاهای داخل ایران هست، و بعد پسرش مجتبی، و بعد عوامل و عناصر دیگری دارن مثل آقای ولایتی و یه فردی که کمتر به نظر ظاهر میاد، آشکار هست ظاهرن، آقای طائب که یک آخوند بسیار بسیار باهوش و زیرک و اصلا کارش اطلاعاتی، کار عملیات اطلاعاتی، و چند نفر دیگه در اینا هستن که اینا در واقع این دولت سایه در مقابل دولت رسمی، منظورم آقای روحانی و یا قبل از اون احمدی نژاد و هر کسی دیگه بود، اینها عملا فعالیت میکردن، یعنی خودشون یه حکومت در حکومت داشتن و کار انجام میدن. ولی در مقابل خود همین آقای خامنه‌ای و این فعالیت‌های مافیاییش،
در حدود 50 نفر هستند و بودند، البته تعدادشون فوت کردند و اینها مراجع تقلید هستند در ایران، که این مراجع تقلید در واقع به طور غیر مستقیم خود آقای خامنه ای را هم در مشتشون دارن اونا، یعنی بسیاری از موارد تا از اونها به طور مستقیم و غیر مستقیم کسب تکلیف نکنه عملی انجام نمیده. یکی از اینها که چندین بارم اشاره شده بهش این آقای وحید خراسانیه، البته 50 نفر، حالا الان فرصت نیست که همه رو شرح بدم، در یه روزی این کار خواهم کرد. و ایشون اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای اشاره کرده بود که در یک سخنرانی که مردم در واقع عزاداری حتما نباید با صدای بلند گریه کنن، شیون بکنن، زاری کنن، بلکه با صدای آهسته میشه این کار کرد. و ایشون بلا فاصله عکس العمل نشون داد و پیام داد به صورت علنی که این آقا چه غلط ها داره میکنه، این مگه میشه چنین چیزی باشه؟ رئیس مذهب ما امام جعفر صادقه و از قول ایشون چندین مطلب و عنوان کرد که باید هم سیهه بکشن، یعنی گریزاری که تو سرشون بودن و این داستان ها. بنابراین اینجور جماعت هستن در اونجا. و من در یه برنامه چهارا نمیخوام دوباره تکرار بکنم، اینجا مستند نشون دادم که بسیاری از این مقاماتی که در حکومت ظاهری میخوان بروند و اونجا حکومت کنن، از جمله وزرا، شهرداران، مسئولین بزرگ، اینا قبلن و یا حتی کسانی که میخوان خودشون کاندیدا بکنن برای ریاست جمهوری، قبلن میرن به دستوس این مراجع تقلید، در واقع یک نوع اجازه، کسب اجازه میکنن. که بعد چندی بار عکس همین آقای رضایی رو، محسن رضایی که رفته بود دستوس اینا، نشون دادن. بنابراین اینها هستن که اگر هم به فرض محال خامنه‌ای بخواد در جهت مردم کار بکنه، که عرض کردم این جزء محالاته، برابر اینها هستن که آقای خامنه‌ای هم تو مشتشون داره و سیاست کلی رو نشون میدن. از نظر اطلاعتون اینا هر کدومشون برای حوزه هایی که خودشون دارن و حوزه هایی که دارن در حدود 50 میلیارد تومان در بودجه مملکتی به اسمشون وجود داره، که داره این بودجه رو به عنوان به اصطلاح صرف توسعه و ترویج این مراکز به قول خودشون علمیه، مثل مثلا فیضی قم و مرکز از کنم که طلاب مشهد و اصفهان، که این ستا بیشتر از همه هستن ولی اصلش در فیضی قم هست، هزینه می کنم. در اصل خیلی متشکر از سوالی که فرمودید، امیدوارم که توضیح بنده کافی بوده باشه. خواهش میکنم. عالی. یه موضوعی که هست، خود سپاه هم یه نقشی در دولت داره و اونو نفرمودین که نقش سپاه چیه، چون سپاه تصمیمای دفاعی رو میگیره و حتی در بیت رهبری هم نفوذ داره. بله، برعکس جناب دکتر تربت، سپاه هم جزوی از اون عوامل بیت رهبری هست که به صورت مافیایی عمل میکنه و مجموعاً با بیت رهبری و این اشخاصی که من اسم بردم در واقع اینا حکومت سایه هستن. فرقش این است که در سپاه پاسداران اونچنان هم خودشون رو در سایه نگه نمیدارن، اصولا عملا میان واردن و خیلی آشکار کارشون رو انجام میدن، ولی اون قسمتی که سایه هستن در واقع در سایه به صورت غیر مستقیم انجام میدن. حالا فرقی نمیکنه در هر صورت، معلومه که یک گروه مخالف دولت عمل رو میکنه. حالا قربون برگردیم به اصل قضیه، وقتمون هم خیلی گذشت، چون اصل قضیه که بنده میخواستم از اطلاعات بسیار ارزنده جناب عالی استفاده بشه و بینندگان با نظرت شما آشنا بشن، این است که میخوام ببینیم آیا آمریکا واقعا قصد حمله به ایران رو اشاره شما فرمودید داره یا نداره، و این آرایش نظامی منطقه که هر روزم به وسیله این رسانه ها همینطور حراس در دل مردم میاندازن، آیا با این ترتیب و این رجزخانی ها که از هر دو طرف داره شروع میشه، اینها بیشتر منظور جنگ روانیه یا واقعا اینا برنامه در پیش دارن برای اینکه جنگی انجام بشه؟ البته به قول معروف هیچگاه ما نباید غافل باشیم، خطر جنگ همیشه وجود داره و اون این است که آقا به فرضم که این آمریکا و ایران هم در ته دلشون چنین چیزی
نباشه و به قول یکی از تحلیلگران ایران بدون وجود آمریکا اصلا نقشی نمیتونه داشته باشه، چون چیزی نداره دیگه بگه غیر از اینکه مرگ بر آمریکا و اسرائیل بگه، اصلا بهانه دیگه نه. آمریکا هم به همین ترتیب، آمریکا هم در هر صورت دلش میخواد یه دشمنی مثل ایران داشته باشه از نظر تبلیغاتی خودش و بتونه کارا رو انجام بده. البته اینا همه قضیه نیست، ولی با تمام این احوال به نظر امکان داره که عوامل دیگری که نفعشون در منطقه ایجاد یک تنش و جنگ هست، اینا ممکن است به صورت عوامل به اصطلاح غیر رسمی یا به قول معروف نیابتی یا مسائل ایجاد بکنن که این دو طرف مجبور بشن وارد جنگ بشن. ولی خب این مطلبی که ما الان داریم صحبت میکنیم خب بقیه هم میدونن و مراقب این کار هستن. حالا من اینو خیلی فهرستوار به سه تا بخش سوال میکنم خدمتون که جناب عالی هر بخش رو جداگانه بفرمایید. اول اینکه چرا آمریکا واقعا یه پیام واحد نمیده به ملت ایران؟ از یه طرف پومپئو و بولتن تهدید میکنن، از طرف دیگه ترامپ یه روز میگه که ما دنبال جنگ نیستیم و من تلفنم هم دادم به ایرانیان، که البته در مورد این تلفن یه جوک بسیار نامطلوبی از طرف بعضی از رسانه‌های مخالف ترامپ مطرح شده که اینجا جای گفتنش نیست. در هر صورت ایشون پیام میده که ما دنبال جنگ نیستیم و من تلفنمو دادم، خب هر کی میخواد با من تماس بگیره. ولی نکته مهمی که در این پیام ایشون وجود داره و آزاردهنده است این است که میگوید اگر جنگ بشود ایران دیگر رسما وجود نخواهد داشت. برداشت مردم تا به حال این بود که آقای ترامپ بین ایران و جمهوری اسلامی فرق قائله، یعنی ملت ایران که ایران تشکیل میدن با جمهوری اسلامی فرق. این عبارتی که ایشون گفته ایران دیگر رسما وجود نخواهد داشت، امیدواریم که اشتباه لفظی بوده باشه، برای اینکه ایران آقای ترامپ باشه نباشه، بخواد یا نخواد، ایران قربان چندین هزار سال بوده، باز هم خواهد بود و آقای ترامپ ها می آیند و می روند، خامنه ای ها می آیند و می روند، ولی ایران همیشه پابرجاست. حالا این یه مقداری موجب ناراحتی ملت ایران شده و حق این بود که ایشون لااقل بعدن که بهشون گفته شد لااقل در این زمینه توضیح می دن. ارشد، سال هاست که افرادی صحبت میکنن امریکا ممکنه به ایران حمله کنه و خب شاید این طرح هم وجود داشته باشه در وزارت دفاع امریکا که در موقعیتی حمله به ایران بشه، ولی در حال حاضر من فکر نمیکنم که اصلا به نفع امریکا باشه که به ایران حمله کنه، چون هر نوع حمله ای اولا که رژیم رو قوی میکنه، اینها منتظره اینن که بگن دشمن خارجی وجود داره و ما باید مبارزه کنیم و مردم پشت خودشون میارن، بنابراین رژیم قوی تر میشه. یکی این، یکی هم اصلا وضع اقتصادی امریکا و به طور کلی غرب طوری هست که خرج بزرگ برای یه جنگی که معلوم نیست انتهاش کی هست اصلا بودجه وجود نداره. امریکا روی قرض کلانه و اگه برنامه دولت ترامپ نبود که کم بود، کم کردن مالیات یکی از اون برنامه ها بود، امریکا الان در رکود بود و شاید هم در رکود بره. اقتصاددان های امریکا خودشون به این نظری عقیده دارن که در یکی دو سال آینده امریکا در رکود خواهد رفت و خب اروپا هم که اصلاً وضع اقتصادی خوب نیست، رشد اقتصادی کمه، نرخ بهره اصلاً تقریبا صفره، هیچ کس سرمایه گذاری نمی کنه. بنابراین در این موقعیت غرب هیچ استفاده ای از جنگ نمیتونه بکنه و علاوه بر اون حمله کلان به ایران که از همه جانب باشه موجب افزایش قیمت نفت میشه که اونم اثر منفی روی اقتصاد غرب داره. بنابراین هیچ راهی وجود نداره برای ثابت کردن اینکه جنگ برای امریکا خوبه یا رژیم ایران رو میتونه تغییر بده. حالا راجبه اختلافی که فرمودید بین آقای بولتون و
ترامپ و آقای پومپیو و ترامپ اینه که خب لابی اسرائیل در واشنگتن خیلی قویه و تنها کشوری که از این جنگ میتونه سود ببره در خاورمیانه اسرائیل خواهد بود، چون اون عقیده داره که باید قدرت‌هایی که به وجود اومدن در منطقه، حالا چه ایران باشه چه جاهای دیگه، اینها رو باید از بین برد و طرفدار جنگ. یا آقای نتانیاهو همیشه طرفدار جنگ بوده با ایران و تحت تاثیر ایشون آقای بولتون و پومپئو این طرح رو به آقای ترامپ دادن. منتها آقای ترامپ یه بیزنسمنه، یک فرد بازرگانه که به فکر منافع امریکا هستش و در این جنگ من فکر میکنم که ایشون صلاح بدونه ای امریکا وارد بشه. بنابراین من جنگی نمیبینم واقعا. حالا اگه که هواپیمای جنگی فرستادن یا کشتی‌های جنگی یا هواپیمابر فرستادن به خلیج فارس، این همینطوری که به شما اشاره کردیم میتونه فقط یه موضوع برای ترساندن باشه، ولی من فکر نمی‌کنم که جنگی صورت بگیره. بله بسیار متشکرم. البته حالا من قبل از اینکه بخش دوم سوال رو عرض بکنم راجع به اسرائیل که فرمودید، من عقیده‌ام بر این است که جمهوری اسلامی ایران همیشه برای اسرائیل یه موهبت الهی بوده، برای اینکه اگر این جمهوری اسلامی نبود لااقل این آقای نتانیاهو برای دور دوم و سوم و چهارم انتخاب نمیشد. این بهترین بهانه بوده برای اینکه بتونه مردم رو تشویق کنه و با هم متحد بکنه. حالا درست یا غلطش من کاری ندارم، ولی در حقیقت حقیقت اینه بود. ولی از طرف دیگه که وجود داره در این مورد اینه که اظهار نظر شده که اصلا جمهوری اسلامی وجودش به خاطر اسرائیله، چون یه دیالکتیک یا یه چیز تناوبی باید وجود داشته باشه که مبارزه کنه با یه همچین حکومتی و اون تنها جمهوری اسلامی بوده و از این نظر جمهوری اسلامی یه مقدار پشتیبانی پیدا کرده در ممالک عربی، نه در داخل ایران، و اینا پشتیبانه مبارزه با اسرائیل هم خواهی نخواهی از دولت ایران پشتیبانی میکنه، از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه. بله عرض کنم که حالا چون بحث اسرائیل شد و الان من مجبورم برم حاشیه، و اون این است که همونطوری که ما میدانیم اگر اسرائیل این جنبه های تهاجمیش نسبت به ایران نداشت، اصولا همونطوری که در زمان شاه هم عمل میشد، اسرائیل میتونه یه متحد طبیعی ایران باشه، چون دشمن ما بیشتر اعراب هستن، نه اینکه بگم جنگ بکنم با ما، ولی از نظر ایدئولوژی و بقیه ما بیشتر از اعراب صدمه دیدیم تا از اسرائیل. ولی خب متاسفانه الان وضع طوری شده که اونها در یک گروه قرار گرفتن و ایران هم در یک گروه تنها. اصلا هم که حالا به همون قسمت اولی که سوال کردم برگردم، خیلی خلاصه اشاره فرمودید البته، و اون است که حالا اگر با همه این احوال و تفسیری که فرمودید و درستم هست، حالا همین عواملی که وجود داره در منطقه مثل حزب الله لبنان و عرض کنم که بقیه سازمان‌های تروریستی و بعدم شاید کسانی در عراق زینف باشن در این کار، یعنی عملیاتی انجام بدن مثل همین مثلا ضربه زدن به کشتی های نفتکش عربستان در الفجیره در شمال امارات و یا آتش‌سوزی، این چیزهای به اصطلاح بچگان و کوچیک، اینها ممکنه یه جرقه بزنه. من فکر میکنم که لااقل آمریکا اینقدر باهوش است و این اطلاعات هم داره، اینجوری که الان ما داریم مطرح میکنیم اونا هم حتما این اطلاع دارن و جلوگیری بشه از این کار. حالا شما در این زمینه چقدر پیش بینی میکنید که ممکنه یه چنین اتفاق بیفته از این طریق که من درس کردم؟ والا اصلا تحقیقی نشده یا اصلا منتشر نشده، اگر هم تحقیقی شده، که این انفجار در اون منطقه در الفجیره کار کی بوده و چه جوری انجام شده، ولی اون چه که من خوندم در مطبوعات اینه که یک نوع قایقایی ساخته شده که این قایق‌ها ریموت کنترل هستند، مثل همون درون
یا پهپاد عمل میکنه که از حواس این روی آب میره و اینا رو میتونن زیر اون کشتی ها بفرستن از طریق ریموت، از طریق دور، و بمب توش بزنن و اون بمب زیر کشتی منفجر بشه و این انفجار صورت میگیره. حالا این تکنولوژی رو کی داره و چجوری به دست اون افرادی که این کار کردن افتاده، این مسئله که هنوز هیچ خبری ازش ما نداریم. نمیتونیم بگیم که ایران این تکنولوژی رو داره یا داده، هیچ خبری در این مورد ما نداریم. در مورد پهپاد، شاید ایران تکنولوژی پهپاد رو به اون گروه انصار الله داده باشه که همون حوثی ها هستن و اونها شاید از این تکنولوژی استفاده کردن برای بمباران اون بندر نفتی عربستان. چون میدونیم که اوائل جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگه نفت ما نتونیم بفروشیم، هیچ کشور دیگه نفت نمیتونه بفروشه، از خلیج فارس نمیتونه اصلا بره بیرون. و خب عربستان و امارات قبلا این رو پیش بینی کرده بودن، چندین سال پیش خط لوله‌ای از امارات به اون بندر فجیره کشیده شده که نفت رو از اون طریق بفرستن و کار از کنار تنگه هرمز، از تنگه هرمز رد نشد. عربستان هم یه خط لوله به اون بندر کشیده بوده که سالهاست و تأسیسات نفتی اونجا هستن که از کناره های در کناره دریای سرخ وجود داره و نفت رو از طریق دریای سرخ میخواستن، یعنی هنوزم هست. با اون لوله نفتی که میره به اون منطقه از اون بندر صادرش میکنن. و خب این مسئله ایه که ما نمیدونیم که خود جمهوری اسلامی پشتیبان این طرح بوده یا نه، ولی این به این نکته باید توجه کرد که اگه خب نفت رو اینا از تنگ هرمز نتونن صادر کنن، خب از اون جاهام مشکل دارن و این را نمیدونستن. شاید یه عده‌ای نمیدونستن که این تکنولوژی و این تهدید وجود داره. این انفجارات موجب شده که یه مقداری هم طرف عرب، از طرف عرب به این موضوع توجه بشه که اگه در جنگ با غرب هم کاری کنن، اولین تلفات رو اونا میدن. اونا هستن که مؤسسات نفتیشون، تأسیسات نفتیشون صدمه میبینه و از این نظر به یک ترس به وجود اومده در منطقه از طرف عرب. میدونی که اصلا امارات اعلام نکرده هیچ وقت که ایران این کار رو انجام داده، گفته خرابکاری شده، حتی اسم بمب و اینا نیست. الان ما نمیدونیم جریان چی. حالا باید صبر کنیم ببینیم که اخبار بیشتری میگیریم در این مورد یا نه. بله، خیلی متشکرم. عرض کنم که دیگه وقت ما داره میگذره، من سوالات رو سعی میکنم کوتاه بگم خدمتتون که جناب رئیس فرصت پاسخ داشته باشین. بخش سوم همین سوال اساسی این است که با اینکه با توجه به الان مطالبی که فرمودید من هم اعتقاد دارم احتمال جنگ بسیار بسیار کم هست، حالا به فرض محال اگر واقعا جنگی به وجود بیاد خواسته یا ناخواسته، این برای رژیم چه آثاری خواهد داشت، برای ملت ایران چه آثاری خواهد داشت؟ چون دوتا با هم به کلی متفاوتن به خلاف اون بیان آقای ترامپ. عرض کنم که آیا نتیجه اگه جنگ شد یه دیکتاتوری نظامی، البته میشه فقط تحلیل سیاسی باشه، پیش بینی باشه، هیچ سندی نمیشه داشت، دیکتاتوری نظامی به وجود میاد یا دیکتاتوری مذهبی دیگری مثل مثلا مجاهدین که اصلا در ایران پایگاهی ندارن و در نتیجه تضییع طلبی ممکنه به وجود بیاد، یا اینکه واقعا احتمال این خواهد بود که بعد از این جنگ یک حکومت مردم سالار با به صورت پایدار و اون چیزی که مورد قبول مردم باشه و به صورت سکولار به وجود بیاد. البته اینا بیشتر جنبه نظری داره. من خواستم جناب عالی نظرتون رو بفرمایید. بله. ارشد که در مورد تجزیه که فرمودین، این استراتژی بوده که خب غرب در پیش گرفته سال‌هاست و در جاهای دیگه عملی شده، در بالکان عملی شد، در
هند عملی شد که افغانستان، پاکستان و بنگلادش به وجود اومدن الان، و در مورد ایران هم یه طرحی شبیه این وجود داشته که خودتون هم قبلا اشاره کردیم تو برنامه‌تون. و خب هنون حمله ای بشه، البته خب مملکت متشنج میشه و ممکنه اختلافات داخلی به وجود بیاد و خطر تضییع شدن هستش، و از این نظر خیلی ها معتقدن که باید مواظب این باشن که اگر رژیم از پنبه پاشه حالا چه برنامه ای باید داشته باشن، چه گروهی باید بیاد، چه جانشینی جمهوری اسلامی خواهد داشت. ما میدونیم که آقای بولتون روابط خوبی با مجاهدین داشته، ولی خب مجاهدین نه گروه چندان بزرگی هستن و نه اصلا در ایران طرفدار دارن، یعنی اصلا منفورن، چون اینا ایرانی ها، بیشتر ایرانی ها عقیده دارن که اینها خیانت کردن به ایران و اصلا در مورد برنامه اتمی اینها اصلا عامل بروز دادن تحقیقات ایران در مورد سلاح اتمی بودن و اینها منفورن. بنابراین من نمیبینم که موفق بشن یه گروهی مثل مجاهدین رو در ایران بیارن پیاده کنن، یه دولتی به وجود بیارن توسط اون گروه. گروه های دیگه هم خب الان معلوم نیست چقدر قدرت دارن. میدونی که سال هاست که تمام حزبای مهمی که مردمی هستن اصلا فعالیت نمیتونن بکنن، جمهوری ملی نمیتونه فعالیت کنه، نویسنده های ایران آزاد نیستن که بتونن ارگانایز کنن مردم رو، بنابراین اصلا هیچ رقیبی من نمیبینم که الان آماده باشه جانشین جمهوری اسلامی باشه، مگه اینکه از همون گروه های ملیگرا پشتیبانی بشه. و اون گروه های ملیگرا، چون ایران کلن یک کشور نشنالیست و ملیگرا هستش، به نظرم بهترین سیاست برای امریکا اینه که از اون گروه ها به صورت قدرت نرم استفاده کنه، یعنی اینها رو پشتیبانی کنه و اونها میتونن گروه های ملیگرا، حالا چه جبهه ملی باشه چه گروه های دیگه باشن، اونا میتونن در مقابل جمهوری اسلامی خودشون رو ارگانایز کنن و بتونن بعد از اینکه رژیم از هم پاشید یه دولت سکولار و دموکرات به وجود بیارن که بتونه کشورها اداره کنه. بله، بسیار متشکر. من در اینجا از بینندگان خواهش میکنم که به این ویدیوی کوچکی که واقعا نظرات ارزنده مردم رو در این منعکس شده، هرچند مربوط به الان یعنی همین چند ماه نیست، ولی واقعا نشان دهنده طرز تفکر طبقات مختلف اجتماع در ایران هست نسبت به این حکومت. اینو بیش از یک دقیقه طول نخواهد کشید. حالا برگردیم به موضوع. جناب دکتر تربت، این عدم هماهنگی که بین این مقامات آمریکایی وجود داره، ولی از سوی دیگه البته این نمیگم که حتما این مستندی هست، ولی آقای تد کروز یکی از این سناتورهای آمریکایی در یک کنفرانسی که اخیراً درست شد راجع به حقوق بشر و آزادی در مورد ایران که تعدادی شرکت کرده بودن، حالا من دلیل این که یک حقوق بشر در مورد ایران باید در آمریکا انجام بشه و قصر اون یه بحث دیگه است، ولی در این کنفرانس که مربوط به آزادی مذهب و حقوق بشر بود، ایشون رسما اعلام کردی که من اولا از سیاست ترامپ 100% پشتیبانی میکنم و امیدوارم به زودی با پایان استبداد ملاها با مردم ایران جشن بگیریم، یعنی خودش قاطی مردم ایران کرده بکنم. حالا قبلان چون در تقریبا فرصت داره تمام میشه، من سوالات متعددی داشتم، ولی چون این سوال بسیار مهمه، من میخواستم اینو به صورت خیلی مختصر در چند دقیقه بفرمایید. معلوم این است که چون در این زمینه جناب عالی بسیار بسیار تحقیق و پژوهش فرمودید،
اینی که تمام این تحولات که اخیراً در خاورمیانه به وجود اومده، همونطور که به صورت ضمنی هم اشاره فرمودی، بعد از این به وجود اومده که آمریکا از این برجام خارج شده، بعد از اون بود که این مسائل یکی یکی پشت سر هم دیگه آغاز شده. حالا همونطور که میدانید، باز جمهوری اسلامی به بقیه دولت‌هایی که خارج نشدن از پنج به اضافه یک 60 روز مهلت داده که اینها تکلیفشون روشن بکنن. در غیر این صورت جمهوری اسلامی هم از برجام خارج خواهد شد و مفهومش این است که اگر خارج بشه به تعهدات خودش عمل نکنه، بنابراین میتواند که برابر به دنبال غنی‌سازی و به عنوان به اصطلاح آزمایش هستی دیگه مجاز بشه خودش این کار رو انجام بکنه. آیا اولا این کار رو میتونه انجام بده و بعدم این کار آیا خلاف اون تعهدی نیست که جمهوری اسلامی در اون معاهده مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی انجام داده؟ می‌خواستم نظرتون خیلی خلاصه بفرمایید. البته ایران میتونه از پیمانه NPT که همون منع گسترش سلاح اتمی خارج بشه، چون این معاهده در زمان شاه فقید تا امضا شد و در اثر فشار امریکا یکی از اولین کشورهایی که این معاهده رو امضا کرد ایران بود و اون معاهده 25 سال بیشتر توی معاهده نیست، یعنی برای 25 سال ایران متعهد شد که به این پیمان بپیونده و اون معاهده در سال 1995 به پایان رسید، یعنی دیگه ایران میتونست که بگه که من دیگه عضو نیستم. ولی آقای ظریف در اون موقع که در نیویورک بود رفت امضا کرد که ایران به طور دائم عضو این سازمان بمونه، این معاهده رو قبول کرد. منتها معاهده باید که توسط مجلس تصویب بشه که ادامه پیدا کنه و مجلس ایران تصویب نکرده، یعنی ردیفای نشده، تصویب نشده. تا اونجایی که من دنبال کردم این جریانات های اروپا میخواد ایران در این معاهده برجام بمونه، در صورتی که اصلا برجامی دیگه وجود نداره چون همه چیزش اصلا پاشیده و هیچی نیست. یعنی و اینکه فرمودین که میتونه غنی سازی رو زیاد کنه و اینا، خب اصل موضوع همون 10,000 کیلو اورانیومی بوده که اینا از کشور خارج شدن به اون امید که امریکا و اروپا این رژیم رو پشتیبانی کنه که برجا بمونه، به امید این کار رو کردن و اون حربه اصلی ایران بوده که در آینده بتونه بمب اتم بسازه و اون 10,000 کیلوگرم اورانیوم رو الان نداره، از دست داده و هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا یه مقداری غنی سازی هم بکنه، این به صورت نمادینه به نظر. بله، عرض کنم که در تایید نظر جناب عالی، چون الان وقت منم تمام شده، من فقط میخوام در چند کلمه بفرمایید که آیا این ادعای جمهوری اسلامی تهدید در واقع کرد که من از برجام خارج میشم، اگر به فرض من این کار انجام بشه آیا امکانات اون گذشته رو داره که بتونه اون سانتریفوژها به حد کافی داشته باشه و از موقعی شروع میکنه تا بخواد به عرض کنم که غنی‌سازی 90% برسه چقدر طول خواهد کشید؟ اصلا امکان فنی مالیش وجود داره یا خیر؟ امکانش وجود داره، بله میتونه این کارو بکنه، در ظرف یک سال هم میتونه بمب اتم بسازه. منتظر ساختن یا ناساختنش تأثیری واقعا من نمیبینم داشته باشه که در این جریانات ایران دست پیشو بتونه بگیره. ولی خب بله میتونه بمب بسازه و بمب داشتن در ایران خب یه نیروی بازدارنده خواهد بود برای رژیم. حالا دیگه باید ببینیم که این جریان بعد از 60 روز چه جوری پیش میره، اون موقع در اون موقع میتونیم صحبت کنیم. بله بله، البته همونطور که میدانیم چون رژیم فقط حفظ بقای خودش مورد نظر هست، ممکنه دست به هر کاری بزنه. جناب دکتر توربت بسیار متشکر، سپاسگزار، وقت ما تمام هست، خدمتون بدرود عرض میکنم. در ماهی دیگر در خدمتون باشیم. من هم به شما بدرود میگم، پاینده ایران. بسیار متشکرم. بینندگان عزیز، اگر نسبت به بیانات جناب دکتر توربت و یا عرضه بنده نظری پیشنهادی دارین، لطف بفرمایید به این تلفن هایی که روی اسکرین ملاحظه می‌فرمایید 650 619 76 23
و 832-277-7748 لطف بفرمایید و پیام بگذارید. بسیار متشکر. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. بدرود. چنگ و دندان گشایی ما یار جان باختگان.